خسته نشین، مهمان داریم. چه مهمانی؟ چه هنرمند بزرگی، چه نوازنده درجه یکی از بزرگان موسیقی تار و ستار ایران و از چهره‌های عزیز موسیقی، جناب استاد کیوان ساکت. خیلی خوشحالم. خیلی خوش آمدین، خیلی افتخار دادین، به برنامه ما تشوردین. اگر سلام علیکی هست بفرمایید. بله، با درود و مهر به همه مردم عزیز وطنم، هموطنان عزیزم، علاقمندان به هنر و فرهنگ و موسیقی ملی ایران و همه کسانی که در راه اعتلای هنر پارسی گام برمی‌دارند، درود و مهر بر همه شما و بر شما. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدین، خیلی لطف کردین که تشریف آوردین. شما اصلا نمی‌خوابین؟ خیلی کم. تقریبا نمی‌خوابین؟ ظاهرا اینجوریه، چون من بیهوش میشم. یعنی وقتی که بیهوش میشم میفهمم که افتادم به جایی بیهوش شدم. سالها من اینجوری تمرین میکردم. من شنیده بودم که آدمای بزرگ اصلا، من در ادبیات و شطرنج و تاریخ شاگرد برادر کوچک استاد داریوش صفوت بودم، استاد یوسف صفوت که گرند مستر شطرنج بود. بله. و به من میگفت آدمای ویژه، آدمای خاص، نه اینکه من ویژه باشم، من خواهش. کمترین خواهش. قطره دریای بیکران هنر هم نیستم. خواهش. میگفت تمرین کردنشون هم خاصه. بعد من سرگذشته رو که میخوندم، به خصوص من به استاد وزیری که خب شاید الان متاسفانه خیلی نمیشناسن وزیر رو. بله. ولی خب مرد بزرگی بود و خیلی خاص و ویژه بود، استاد علی‌نبی خان وزیری. مدت‌ها من روش زندگی وزیری رو تقلید میکردم، سعی میکردم اینجوری کار کنم. صبح ساعت 7 بلند میشدم. من پدر من به تازگی فوت شدن. روحشون شد. مرسی. ایشون صاحب بزرگترین داروخانه درگستر کل ایران بود. بعد اول انقلاب که دانشگاه تعطیل بود و اینا، من داروخانه ایشون هم داروخانه رو واگذار کرده بود. من کارمند پدرم بودم در حقیقت. از 7 صبح با داروخانه کار میکردم. من نسخه پیچ بودم، 8 سال نسخه پیچ بودم تا 12:30 بعد از ظهر. بعد با دوچرخه میرفتم، چون هنرمند با ساعت زیادی نشسته است. بله. سر و ستون و فقرات رو میرفتم، شنا میکردم، یه مسیر طولانی رو میرفتم و یک ساعت درست شنا میکردم. بعد برمیگشتم یه چیزی میخوردم، یه 10 دقیقه، یه ربع نیم ساعت، یه ساعت میخوابیدم و یه سری تا 12 میشستم به مطالعه و تمرین کردن و کار کردن. و بعد 12 میخوابیدم، 3 بلند میشدم، تا 5 باز دوباره تمرین میکردم، 5 میخوابیدم، تا 7 باز میرفتم سر کار. این روش کار کردن من بود. خیلی دوستان من میگن تو هیچ وقت نمیخوابیدی. یعنی خیلی از دوستان من هرگز خواب من ندیدن. به هر حال این طبیعی است که خب کسی که به این درجه از هنر میرسه مثل شما حتما سختی کشیده است و از خیلی چیزهایی که ما ازش نمیگذریم گذشتن. این طبیعیه. از کودکی ساز میزدیم؟ من از بچگی سازهای مختلف رو میزدم. بله. ملودیکا میزدم، زنبورک میزدم، نقاشیم که من سالها شاگرد بزرگترین اساتید نقاشی ایران بودم، استاد صادق پور. من هنوز مدرسه نمیرفتم، 4-5 سالم بود، پیش ایشون طراحی با قلم سیاه مداد کنته، استاد پیراسته رنگ روغن و مداد رنگی، استاد دولو آبرنگ. و بعد خب سازم میزدم، زنبورک و ملودیکا اینا، تا اینکه از سن خیلی نوجوانی من به پیشنهاد دایی خودم یه مرکزی تو مشهد درست شد. من متولد مشهد هستم، به نام کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان. بله. از طرف صدا سیمای وقت اون زمان.
و بعد دایی منم اونجا آقای منوچهر زمانیان که خب من خیلی به گردن من در خیلی چیزا حق داره اونجا تار درس داد، گفت اگر میخوای بیای اینجا مثل بقیه اینم ول کنی نیا. گفت نه ول نمیکنم. بعد با خودم گفتم خب میریم ما اونجا، حالا نخواستیم نمیریم دیگه، زور کنیم. ولی خب عشق آمد و عقل همچون بادی رفت از بر من هزار فرسنگ. اینقدر شیفته موسیقی ملی ایران شدم و شیفته موسیقی و شیفته نوازندگی تار و به حال این الحان زیبا که اون اخوان سالس نوشته در اون مقاله به یاد هدایت که می کشدم و تا سر منزل جنون می بردم، من تاب این سحر ندارم. به هر حال دیگه الان در خدمت شما هستیم اینجا. قربون شما. وضعیت تدریس؟ خب من یه آموزشگاه دارم که خیلی آموزشگاه وزین و خوبی است، جز آموزشگاه درزیه، که من یه نصف روزی اونجا درس میدم. ولی دوستان دیگه، پسر من اونجا درس میده، پسر داییم هست، پسر همون دایی که معلم من بودن، دوستان دیگه هستن و هنرمندان خیلی سرشناس و تحصیل کرده، بیشتر هنرمندان مقطع فوق لیسانس به بالا هستن، دکترا. بله. در اونجا درس میدن. خروجی خیلی خوبی هم داشتیم. خوشبختانه اینجوری دینم و لااقل به موسیقی ملیمون سر کردم ادا کنم. بله. یادگیری ساز همیشه خب طبیعتاً اساساً میگن موسیقی باید از خیلی کودکی، از 4-5 سالگی شروع شه. از بعد از اون دیره؟ برای چی دیره؟ برای رسیدن به چه نقطه ای؟ نه، هرگز دیر نیست. ولی اگر بخواید شما به هر حال یک هنرمندی بشید که کار ویژه‌ای بکنید، نمی‌دونم قلل و قله‌های رفیع هنر رو فتح کنید، خب طبیعتاً یک بخشی که به ذهن و روح چیز داره که هر چی سن آدم بالاتر بره پخته‌تر میشه، وزین‌تر میشه. ولی یه بخشی که با تاندون‌ها و مفاصل و عضلات، طبیعتاً هر چی سن بالاتر بره، اگر از دوران کودکی و نوجوانی انسان آموزش ندیده باشه، نرم کردن اینا یه خورده دشواره. ولی من باورتون نمیشه، یه هنرجویی دارم که اصلا انقدر دوستش دارم ایشونو، 25 سال حدودا میان پیش من، آقای احمد رفعتی هستن، بازنشسته، 90 سالشونه و سلامت و کامل، هفته دو جلسه هم میان و قشنگ کار میکنه، کار وزیر رو میزنه ایشون. عجب. آره. و بسیار اگر به هر حال این برنامه رو شنیدن، من خداش در همه حال از بلا نگه دارد، امیدوارم سلامت باشه. برای من دیره. اصلا با شما که آوازتون ما شنیدیم اصلا دیگه نشون. شما آثار کلاسیک رو، آثار بتوون، موزارت، اون چیزهایی که شنیدم، ویوالدی، پاگانینی، چایکوفسکی، آلبینیز، اینها رو همه رو با ساز ایرانی نواختید. آره. و چقدر سخت این کار. هی داستانی داره. من در مشهد که بودم تو خونه خودم کلاس داشتم، یعنی علاوه بر اون که در خونم کار میکردم، اصلا یه کلاس مختصری داشتم. یه دوستی داشتم که الان ایشون در مشهد تنبک میزد و جایی نداشت درس بده. گفتم آقا یه هفته یه روز بدون هیچ چشم داشتی، این اتاق مال تو، هر شاگردی داری بیار خودت درس بده، هر جوری هم بخوای حساب کنی، من هیچ توقعی از شما ندارم به هیچ وجه. بعد ایشون فلوت هم میزد، فلوت آلتو میزد. گاهی اوقات مثلا وقت اضافه می آورد، فلوت چم می آورد و می زد، می گفت ببین اینا رو میشه با مثلا با فلوت زد. بله. مثلا این میشه باخ زد، فرانس زد اینا. بعد می گفتم منم خب آدم قدی بودم، مثلا اگر مثلا کسی می گفت این کار رو میشه زد، مثلا من خیلی پیشترم بوده، ساده رو بلد نیستم، یعنی می چیزی که همه بلدن بزنم که خب میزنن دیگه، من کاری رو میزنم که نتونه کسی بزنه. بعد می آورد، گفت اولین چیزی که برای من آورد، گفتم منم با تارم میشه زد. حالا صحبت 30 سال پیشه، اینقدر سال پیش. یه کار از شوپن برای من آورد، اتود برای پیانو بدون سکوت. اتودای شوپن سخت‌ترین آثار پیانویی هست. گفت اینو بزن. من به هر بدبختی بود دیگه، سینه‌خیز و مجروح و خونین و مالین، نشستم اینو شب و روز کار کردم، اینو زدمش، که بعدها سالها بعد تو نوار، تو آلبوم شرق اندو هم اونو زدم با ارکستر. بعد اومدیم با هم زدیم، خب این نمیتونست هیچ وقت با من بزنه دیگه، برای که باید نفس میگیره، اونم سکوت نداشت اصلا. گفت یه قطعه دیگه میارم، این دفعه
چشمتون روز بعد نبینید. از راخمانینوف آورد لابد. بدتر از راخمانینوف. یک قطعه بسیار دشوار از پاگانینی آورد. پاگانینی. غیر ممکنه اجراشو. موتو پرپتو هست. یعنی حرکت دائمی. یعنی یه قطعه چند هزار تا نوت بدون سکوت تو همه گام‌های کلاسیک. اصلا این امتحان کنسرواتوار وین هست برای مثلا استادی ویولون بدن بکن. که من نمیدونم یه 5-6 ماهی فقط طول کشید از بر کردم این قطعه رو. به بدبختی نشستم اینو زدم، فقط داستان حیثیتی بود. این کارو زدم و که بعد ضبطش هم کردم، اونجا ضبط ریل داشتم، ضبطش کردم برای دکتر صفت فرستادم. دکتر صفت فکر می‌کنم الان دست خانواده محترمشون باشه ضبط. اینم اومدیم بزنیم، خب ایشون با نمیتونست بزنه دیگه حسین، برای که هم نفس می‌خواست هم خطه خیلی سخته. فقط جیمز گالوی یا رامپال یکی از نزده دیگه. علاقه من تو تکنیک هم میدونم، نه اینا چقدر دست رو راه میدازه. دنبال این ورنوبر بودم، از هر کی آقای فلان رادیو چیزی میشیدم میرفتم میگرفتم اینا. بعد خیلی علاقه من شدم. من میدونی که اصلا تقریبا دایی خود من قبل از انقلاب مثلا یه مدت کوتاهی، یه مدت خیلی خیلی کوتاهی هم پیش آقای متبسم، من همشهری من حمید متبسم، من آموزش دیدم. بعد دیگه اصلا معلم نداشتم. من آهنگسازی رو اگر بشه گفت اون چیزی که من ساختم، به هر حال نام آهنگسازی بشه بهش اطلاق کرد، از باخ یاد گرفتم، از ویوالدی یاد گرفتم. انقدر اینا رو میزدم که به هر حال بعد سعی میکردم تقلید کنم کاری که اونا کردن. بعد پارتیتور میخوندم برای هارمونی، برای چیزی. پیش خودم خیلی سخت بود. بعد ردیفای موسیقی رو همزمان، من تو داروخانه کار میکردم، یه روپوش داشتم اون موقع، یادتونه باتری و اینا هم همه سهمیه بود دیگه، باتری قلمی و اینا. اون موقع مثل امروزه که MP3 و موبایل و نمیم این حرفا نبود که اصلا. یه واکمن ضبط کوچیک داشتم اینقدر. یه چیزی اینقدر اینو توی جیب مخفی چیز گذاشته بودم، یه دونه گوشی هم گذاشته بودم اینجا. مدت ها همه فکر میکردم من کرم سند این سمعکه، هر کی بگفت چیه بودم سمعکه. ردیفای موسیقی رو کار میکردم اونجا تو محیط کار، یعنی تمام مدت. بعد این گوش خسته میشد میذاشتم این گوش. یعنی اینجوری واقعا داروی اشتباهی دادین؟ نه با این با این نه داروی اشتباهی خوشبختانه ندادم، ولی خب این باعث شد کار کردن من تو داروخونه و علاقمند شدن به محیط پزشکی و اینا باعث شد که من رفتم آناتومی دست خوندم و بعد این مقدار پزشکی همینجوری از استخوان مفاصل خوندم، بعد خود هاریسون خوندم، همینجوری در مواقع بیکاری. بعد بعضی از دانشجوهای خودم رو که بیماری هایی مثلا دست و در سر تار زدن و تمبرین و گردن، خود من درمان میکنم. خیلی عجب. آره. بسیار عالی. چند سالتونه؟ والا من 55 بهار رو دیدم. خیلی هم عالی. عاشق شدین؟ مگه میشه کسی که موسیقی کار میکنه با عشق بیگانه باشه؟ بفرم. باید اعتراف کنم اینجا؟ یا نه تعریف کنید برامون. به هر حال کسی که از چوب خشک میگه خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا میآید این آوای دوست؟ کسی که از چوب خشک صدا در میاره، یک وجود زیبا رو، یک وجود معنای پرمعنی رو حتما درک میکنه. و به هر حال من همیشه دنبال زیبایی های معنوی بودم، یعنی زیبایی که چون ما درون را بنگریم و حال را، دنبال زیبایی درون آدم ها بودم. و من همسرم از من پرسید که خبشون خیلی زحمت کشید برای تحمل کرد. من یادم اون روزای اول ازدواج، خب دید و بازدید هست، نمیدونم این فامیل میاد اون فامیل میاد فلان میاد. من فقط در خب خیلی از من دلخور شدن اون موقع ها. مثلا میگفت پدرم میگفت داییت اومده، عموت اومده، ایشون میگفت مثلا فلانی اومده. در رو باز میکردم اتاق، سلام خیلی خوشم، مرسی، من میشتم کار کردن. ببینید به هر حال زندگی مثل بازی شطرنجی، شما نمیتوانید همه مهرها رو داشته باشید، آخرم شاه طرف رو مات کنید، یعنی پیروز از حالا من ادعا ندارم که پیروز شدم، من فقط آنچه رو که استاد صفت به من گفت بگو میگویم. مثل زندگی مثل بازی شطرنج واقعا.
باید این مهره رو بدید. هر چی مهرهایی که میدید با حساب کتاب مهرهای ارزشمندتری باشه، خب طبیعتا نتیجه بهتری خواهید گرفت. یه نوازنده نقل میکنه از یک نوازنده بزرگ، بعد که اومد پشت صحنه کنسرت بسیار موفقی داد و یه سولوی خیلی خوبی زد، اومد پشت صحنه یه جوانی اومد گفت من استاد من حاضرم تمام زندگیمو بدم مثل شما ساز بزنم. گفت پسرم منم تمام زندگیم دادم که اینجوری ساز میزنم. این واقعا همینطوره. من روزایی که به هر حال مشکلاتی برای ساز زدن بوده به هر دلیلی، حالا یا شب نصف شب بوده یا نمیدونم، حالا من تو صندوق عرق میریختم تو تابستون، تو رخت خواب را صندوقونو در میبردم مثلا صندوقونو ساز میزدم. مستاجر بودیم اولی که اومده بودیم تهران، بعد این پاسپورتش هم شیشه نداشت، ما حرف میزدیم بالا میشنیده. من خب ساز بزنم، من بعد روزی 10 ساعت 15 ساعت تمرین میکردم، باور کنید میرفتم بیرون با حرف میآورد، میرفتم تو ماشین، یه پیکان داشتم اون موقع، میرفتم تو ماشین و خب کی نصف شب کدوم آدم عاقلی تو زمستون پربرف میره تو ماشین تار بزنه اصلا؟ مگه خونه نداری بگی بخواب اصلا؟ من چجوری بگم که عشق چیه؟ من چجوری بگم که اصلا آتشی در سینه منه که خورشید از اون شعله بر شده؟ من میرفتم اونجا مقوا میذاشتم، خب سرمای ماشین رو تحمل میکردم و شروع میکردم کار کردن. میدونی؟ یعنی اینجوری واقعا کار کردم. اونایی که شاهد کار کردن من بودن ببینید میگه خیلی باید زحمت کشید، خیلی باید رنج برد، کار کرد. البته هنرم دو تا چهار تا نیست، یه وقت میشه دو تا یکی، دو تا صفر، یه وقت میشه دو تا صد تا. مثلا اینو دیگه تاریخ و جامعه باید قضاوت کنه. بسیار عالی استاد ساکت، خیلی باهوشم. لطف دارید. عاشق شدین؟ آقای مدیری حافظه‌شون خیلی خوبه. خب عرض کنم که قطعاً عاشق شدیم، ما هر لحظه عاشق میشیم. بله بله. بزرگترین آرزویی که همچنان دارین چیه؟ چیزی هست که حسرتش رو بخورین؟ آره، بزرگترین آرزوی من اینه که شاهد نباشم که دیگه کودکانی از زباله‌ها زباله جمع کنن، غذا بخورن. طبیعتاً میتونم آرزوی زیادی داشته باشم، اینکه موسیقی ملیمون چنین بشه چنان بشه، هنرمندانمون، ولی شاید بزرگتر من جلوی تأثیر خودم رو نمیتونم بگیرم. وقتی میبینم که کودکی که باید در آغوش خانوادش باشه، کودکی که باید در مدرسه باشه، کودکی که باید تو مهد کودک، کودکی که باید تو بازی تلویزیون باشه، تو بازی باشه، تو استخر باشه، تو مهد کودک باشه، این داره تو زباله ها، تو میکروب ها دنبال غذا میکرده، دنبال یه تیک پلاستیک میگرده که اینو بده مثلا اون شبی که ما راحت نشستیم چندین کیلو. همیشه اینو که میگم نه برای اینکه خودم تعریف کنم، واقعا این کارو بکنید، همیشه شکلات بگیرید، آب میوه بگیرید، نون تازه بگیرید، تو ماشینتون، تو ساکتون، اینا رو ببینید، اینا نیاز به محبت دارن. جامعه خشن میشه اگر محبت ها رو ما به هم دیگه نکنیم. همیشه بچه‌هایی که منو میشناسن خیلی از اینا به اسم توی مسیری که من میرم دفترم و میام میشناسن. خیلی از اینا حتی بعضی وقتا میبرم تو دفترم، به اینا ویتامین میدم، به اینا اونم دارو میدم، به اینا چیز میدم، دندون پزشکی میبرمشون. میدونید دندون پزشکی میدم بچه‌ای که 8 تمام دندون سیاه و سوراخ افتاد. من آرزو واقعا بزرگترین آرزو اینه که ما در این مملکت این همه نعمت داریم، این همه سرزمین پهناور و ثروتمندی داریم، نبینیم کسی رو که هیچ فرقی نمیکنه بچه افغانی، انسانی رو ببینیم که دردمنده و نیازمند. این بزرگترین آرزوی منه. آرزوی بعدی اینه که واقعا مردم ما جلوه درست و شریف موسیقی ملی ایران رو بشناسن. نمیگم موسیقی سنتی، چون مثلا موسیقی سنتی نیست. هر وقت دارم پرحرفی میکنم به من یادآوری کن. ما موسیقیمون موسیقی ملیه به هزار و یک دلیل. کی میدونه ستار چند تا سیم داره؟
پس سنتی نیست دیگه. این اصلا سازمون تار پنج سیمه بوده، شده شش سیمه، درویش خان این کار کرده. موسیقی ملی ایران آواهایی است که از نغمه هایی است که از تمام مردم هفت قومی که در ایران زندگی میکنن، نغمه ها و الحانی است که در ردیف موسیقی ما و اجرای درستی موسیقی، اجرای شایسته و بهینه این موسیقی، اجرایی که درش هم لذت هست، هم اون حال و شرافتمندی موسیقی ایرانی هست، هم اون فاخر بودن موسیقی ایرانی هست. موسیقی ایرانی موسیقی که شما رو یاد تخت جمشید بندازه، بیاد حافظ بندازه، بیاد بیستون بندازه، بیاد نقش رستم بندازه، بیاد شاهنامه بندازه، بیاد فردوس. این موسیقی واقعا شریفترین موسیقی شاید من چون آشنا هستم با این همه بزه تو کشور رخ میده. خب ما هم میبینیم دیگه، تا یه هنرمند رو دیدین اسمش رو توی بزهکارا بنویسن؟ در طول این تاریخی که ثبت یه نفر هنرمند رو دیدین، هنرمند واقعی رو؟ هر کسی که ساز میزنه که هنرمند نیست، یک ساز خریده بشه هنرمند. ولی شما دیدید تا حالا اسم یک هنرمند واقعی رو جناب مدیری؟ درسته بله. که اسمش رو جز چیز بیارن؟ این موسیقی انسان سازه، این موسیقی انسان میسازه. همایون خرم ها، فرهنگ شریف که به تازگی خاموش شد و از میان ما رفت، استاد جلیل شهناز، استاد فرهنگ شریف، استاد محمد رضا لطفی، استاد حسین علیزاده، استاد بزرگ سنتور پایور بله. استاد فقید پرویز مشکاتیان که من 20 سال داستان من آشنایی منم با مشکاتیان خیلی جالبه. حالا ممنون. کاش وقت بیشتری بود و از خاطرات شما، از تجربه های شما استفاده بیشتر میکردیم، اما خیلی متاسفم که وقتمون کمه. و احساس خوشبختی دارین عمیقا؟ من از این که به مردمم میتونم خدمت کنم، اگر بشه اسمش خدمت گذاشت، در چندین جلد کتاب نوشتم در مورد موسیقی، به زودی یک کتابی جدید نوشتم، گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران، که استاد فرهنگ شریف و استاد روشن روانم برایش مقدمه ای نوشتن. این چاپ میشه. گوشه های کاربردی به شکل امروزی نوشتم همش باشه. بله، بله. چون ردیف موسیقی قدیم میدونین که ضمن اینکه تمام یعنی میراث مکتوب و گنجینه با ارزش موسیقی ماست، ولی امروز به دلیل تغییر ساختار اجتماعی و تغییر زیبایی شناسی این ردیف کارکرد اجرایی نداره، کارکرد آموزشی داره. بله. این ردیفی که من نوشتم به زودی منتشر میشه کارکرد اجرایی داره، یعنی رو صحنه میشه زدش، میشه توی آلبوم ها زد و گزیده است. به جایی که 70 تا گوشه رو تو شور که کاربرد ندارن، همون گوشه هایی که در 100 سال اخیر بله. اساتید خوندن توی همه آوازها و دستگاه ها نوشتم. به هر حال سعی کردم که زکات خودم رو نسبت به موسیقی اینجوری پرداخت کنم. بسیار عالی، خیلی ممنونم. و به موزه دور همی ما چه میدین؟ من اولا یک تندیس از برگزیدگان مثلا موسیقی تندیسی گرفتم که خب برای من خیلی با ارزش بود، چون تندیس برترین های موسیقی کشور بود. من اینو تقدیم کردم به موزه موسیقی شما و میتونن. خیلی ممنونم. بله و کتاب های و این کوزگر و کوزه شکستی چیزایی میگن که ضرب المثلی هست. این حکایت بنده بود. من خود بسیار زیباست، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی خیلی با ارزش دومین جشن سالانه موسیقی. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. من دو جلد از کتابام داشتم که بیایید تار و ستار بنوازیم، که این دو جلدش آوردم، اگه اجازه بدین مایلم اینجا امضا کنم برای بله شما. حتما بله حتما، خودکار هست خدمتتون. بله بله، خیلی ممنونم. یه جوری هم نمیشه امضاتون رو تقلب کرد. و خیلی ممنونم. به به، خیلی متشکرم. خیلی 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 با ارزشه.
این هدایای شما به ما و امیدوارم که اول سلامت باشین. خیلی متشکرم. همواره بدرخشید مثل همیشه و سالهای سال بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی متشکرم. به منم همینطور باشه. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم.